ببخشید. بفرمایید بشینیم خانم یوریا. بفرمایید. بیاین حساب کتاب کنیم. چون میدونم که پول نیاز دارید ولی از بس کم رو هستید حرفی نمیزنید. خب ما با همسر ماهی 30 روبل توافق کرده بودیم. فکر کنم 40 روبل. نه 30 روبل. اینجا یادداشت کردم. من همیشه به مربی بچه ها 30 روبل میدادم. خب شما 2 ماه پیش ما بودید. نه 2 ماه و 5 روز. دقیقاً 2 ماه. اینجا نوشتم. پس جمع طلب شما میشه 60 روبل. 9 روز بابت تعطیلات یک شنبه کسر میشه. شما که روزای یک شنبه با پسرم کار نمی کردید، فقط استراحت و گردش می کردید. 3 روزم که عید بود. سه روز تعطیلی؟ در نتیجه 12 روبل کسر میشه. 4 روزم که پسرم مریض بود و فقط با دخترم کار کردید. 3 روزم شما دندون درد داشتید و همسرم اجازه داد که بعد از ظهر استراحت کنید. 12 و 7 میشه 19. از 60 روبل کم میکنیم. میمونه 41 روبل. درسته؟ شب سال نو یه فنجون چای خوری و نلبکی از دستتون افتاد و شکست. 2 روبلم بابت این. البته خیلی بیشتر از اینا میارزید. یادگار خانوادگی بود. ولی بگذاریم، فدای سرت دیگه گذاشته. و به خاطر بیتوجهی شما پسرم از درخت بالا رفت و لباسش پاره شد که 10 روبل قیمتش بود. کلفت سابقمون کفش دخترم رو دزدید. شما باید مراقب همه چیز باشید. بابت همین چیزاست که پول میگیرید. پس 5 روبل دیگه اونجا کم میشه. 10 ژانویه مبلغ 10 روبل از من گرفتید. من از شما پولی نگرفتم. ولی من همه چیزو یادداشت کردم. خوب باشه. پس 27 روبل از 41 کم میکنیم، میمونه 14 روبل. من فقط یه بار پول گرفتم. از همسرتون 3 روبل گرفتم. پول دیگه ای نگرفتم. جدا؟ آه خدا، پس چرا یادداشتش نکردم؟ اشکال نداره، 3 روبل دیگه هم کم میکنیم، میمونه 11 روبل. اینم 11 روبل شما بانی گرامی. بفرمایید. این 3 روبل، 3 روبل، 1 روبل و جاهای دیگه همینم نمیدادن. نمیدادن؟ خب البته تعجبی هم نداره. من با شما شوخی کردم، میخواستم یه درسی بهتون داده باشم. عذرخواهی منو بپذیرید. همه یه 80 روبلتون رو آماده کردم. از قبل آخر یه پاکت براتون گذاشتم کنار. اما آدم نباید انقدر بی دست و پا باشه که. چرا اعتراض نمیکنید؟ چرا سکوت میکنید؟ چطور ممکنه آدم نتونه حق خودش رو بگیره؟ چطور ممکنه یه آدم انقدر بیوزه باشه؟ مرسی. به پشت سر او نگریستم و با خود فکر کردم در دنیای ما قوی بودن و زور گفتن چه سهل و ساده است.